به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست، سلام. برای اکثر ما پیش اومده که لحظاتی منقلب بشیم و تصمیمات عجولانه و ناپخته‌ای بگیریم. طبیعیه وقتی احساسات ما برانگیخته است نمیتونیم تصمیمات درستی بگیریم. در چنین شرایطی باید کمی به خودمون فرصت بدیم و فکر کنیم. ما تو این مسابقه یاد میگیریم عجولانه تصمیم نگیریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدین. سلام و عرض ادب خدمت شرکت کنندگان محترم، خیلی خوش اومدید به فصل 15 مسابقه شهروند و مافیا. برای تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. قبل از اینکه بریم سراغ دور معارفه سری میزنیم به گروه محترم داوری. آقایون سلام، حالتون چطوره؟ آقای صادقی با شما شروع میکنیم. به نام تو آغاز میکنم که خدایی. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم بازی خیلی جذابی رو ببینیم. تمام تلاشتون رو بکنید که بتونید به مرحله بعدی برسید. ارادت. متشکرم. آقای نوید سلام، حال شما چطوره؟ سلام به شما، سلام به همه. خیلی خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمتتون هستیم. من بخش کوتاهی از خاطرات مایکل جردن اسطوره بسکتبال رو میخوام براتون تعریف کنم. میگه من 9000 بار موقعیت رو از دست دادم، موقعیت گل کردن توپ رو. 300 بازی رو باختم و 26 بازی امید همه به من بود که نتیجه رو عوض کنم، ولی نتونستم و همه اینا سبب شد که من آدم موفقی باشم. امیدوارم که بازی جذابی داشته باشیم و موفق باشیم. یه جورایی شبیه بازی‌های مافیای خود نویده. متشکرم آقای نوید. آقای سینا سلام، حال شما چطوره؟ خاموش شدم، شرحش تو بگو زیرا به سخن برهان منی. سلام، آرزو موفقیت میکنم. بچه ها شما تو بازی مافیا یاد گرفتید با آوردن استدلال، سخن گفتن و حرف زدن مشکلاتتون رو با همدیگه حل کنید. پس این بار هم تو این بازی هم همین کار رو انجام بدید. موفق باشید. متشکرم آقای سینا. آقای حمید سلام. درود بر شما، خرسندم امشب هم در خدمتتون هستم. آرزو موفقیت میکنم برای همه بازیکن‌ها و امیدوارم بازی قشنگی رو ببینیم. در خدمتتون هستم. متشکرم. آقای مصطفی داور پنجممون. سلام، عرض ادب و ارادت. منم این نکته کوتاه بگم، امیدوارم اگه وضعیت بازی عوض شد وضعیت ذهن شما عوض نشه و آرامشتون رو بتونید حفظ کنید. متشکرم از گروه محترم داوری. میریم سراغ دور معارفه. آقایون صحبت میکنیم 15 ثانیه بدون چالش. شما رو یک بفرمایید. درود دوستان، امینم، خیلی خوشحالم در کنارتونم. از اصفهان اومدم. صادقانه بند شهروندم. شهروند سمت من نیا. اتهام زنم شماره 2, 8 و 10. متشکرم. نفر بعد. به نام آن که اگر حکم کند همه محکومیم. عرض ادب و احترام دارم، مهدی علیادی هستم از عراق. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. دوستان بنده هم شهروند بازیم. شما من اتهام بزن، من شهرونده بود، هیچ مشکلی نداره. آقای شماره 1 بانک آن اتهام میزنی شهروند بازی، اما حسی. آقای شماره 5 احساس میکنم مافیای بازی و آقای شماره 7 بند شهروند. بفرمایید. درود رفقا، اسم من مسعوده، خیلی خوشحالم دارم یه بار دیگه مافیا بازی کنم. آقای شماره 2، شما دو تا دلیل داری که به یک بگی مافیا. یکی که به خودت گفته مافیا، دومین دلیل اون سه نفری که این مافیا داشت و تو مافیا نداشتی. چرا یک برات شهرونده؟ بچه‌ها من فعلا 2 رو مافیا دارم. هر کی میخواد امتیاز مثبت بگیره بگه 3 شهروند. بفرمایید. سلام دوستان، میسم بازی ام، خوشحالم جمعتون بازی کنم. ببین بچه‌ها بنده 2 رو مافیا دادم. آقای 2 مافیا بازی. استاد ایشون به شما گفته شهر، به شما گفته مافیا درسته، بعد توش میگی شهروند. بذار فرداش برای بازیش ببینم آیا تارگتش با تو با تو هم تارگت هست که با شهروندش قبول کنی. هم اتهام. هم اتهامش. استاد شما مافیا بازی است. بفرمایید. سلام رفقا، مهدی ام، شهروند بازی از شهرستان زاهدان. ببین دوست عزیزای شماره 3، شما به نظرم مافیای بازی هستی. اون گفته شهروندم، این شهروندش پذیرفته، به من اتهام زده، شما زبون من شدی، شما به نظرم مافیای بازی هستی. شماره 4 هم به شدت مشکوکه، 3 ولی قطعی مافیاست. بچه بفرمایید. سلام دوستان، مسعودم. این بازی قطعا با شهروند برای نگاه 2 مافیاست، شما هم قطعا مافیاست. زبون شما شده نتیجه گیری زود هنگام، هم 2 مافیا هم شما مافیا. شماره 5 مافیا. نفر بعد. بچه‌ها سلام، اسم من ایمرتیه، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی کنم. بچه‌ها شماره 2 از نظر من مافیای بازی. آقا شما تو نوبت صحبت 3 بار اعلام می‌کنی که من شهروند بازیم. چه دلیلی داره شما می‌خوای 3 بار تو نوبتت بگی شهروندم؟
به نظر من شما قطعی مافیای بازی. آخه شما رو 5 حس میکنم ولی شهروند. بفرمایید. سلام دوست علی، هم خیلی خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. آخه شما گیر بیجا به آخه شماره 2 دادی. آخه شماره 1 بلند شد گفت من شهروندم، ایشون معامله شهروندی ایشونو قبول کرد به همین سادگی. شما به نظر من مافیایی و شماره 4 به شدت مشکوکه. ولی من با شما کار دارم فردا. سلام دوستان، من مهدی هم، خوشحالم از اینکه باهاتون بازی میکنم. من صرفا مشکوکای خودم میگم. شماره 2 تو میگی من شهروندم، موردی نداره که من اتهام بزنید، بعد باید به شماره 1 گیر بدی ولی شماره 1 رو شهروند میذاری. شماره 3 تو هم مشکوکی، چون تمام صحبت راجع به شماره 2 بود و تک اتهامی بهت زدی و استدلالی که میاری بعد اتهاماشو ببینه واسه روز معارفه نیست. سلام دوستان، اسم من سعید، خوشحالم توی جمعتون بازی میکنم، امیدوارم بازی خوبی داشته باشیم. شماره 1، شما ابتدای صحبتاتون میگی من شهروندم، یک نفر به شهروندی شما لایک میده بعد بهش اتهام میزنی، شما مشکوکید. امیر مهدی تو شماره 2 مؤاخذه میکنی که گفته من شهروندم ولی دو نفر قبل و بعدش هم همین کارو کردن، تو با اونا کاری نداری. شما مشکوکی، من با شماره 3 هم مافیا دارم. متشکرم. با الامان شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید. رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر. رئیس مافیا تایید. ناتو تایید. گروگانگیر بخوابه. نگهبان بخوابه. کاراگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون، تکاور بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. آقایی صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمید. چالش شماره 9 بعد از من صحبت کن. ببین شماره 2 دیالوگ مشکوک داره، آقا میگه که ببین تو شهری، منم شهرم، تو باید بگی اتهام نزن. ولی از شماره 2 مشکوک دارم. من شماره 4 رو دارم، یه حرفی زدی شما گفتی من 2 رو هم مافیا دارم و دیگه اعلام نکردی مافیای بعدیت کیه. خب شما بعد شماره 10 شما چه گیری به من میدی؟ گیرت خیلی بیجاه. بنده صادقانه گفتم شهرم، بعد من 2 رو زدم، 8 رو زدم، 10 رو زدم، هیچ کدوم دیگه اتهام نکردم. متشکرم. ببین ممنون بابت چالش. بچه شماره 3 میگه که شماره 2 چون یک و شهروند داره بعد اتهاماشو بزن، اونم توی روز معارفه. این استدلال غلطیه. تایید، عدم تایید میدی. شماره 3 خیلی مشکوکه. شماره 7 آقای امیر مهدی، آقای امیر مهدی یه دونه اتهام و یه دونه حمایت خیلی کمه واسه روز معارفه. چالش آقای شماره 7 صحبت. آقا شما نوبت معارفه مسیر ذهنی با شماره 3 یکی بوده، به 2 اتهام زدی. چه دلیلی داره ته صحبتت بگی 3 هم مشکوکه؟ آقا شماره 1 گول واژه میگه من به 2 و 8 و 10 اتهام زدم، اینا اتهام نخوردن. خب من چجوری قبول کنم تو صادقانه شهروندی؟ بفرمایید. آقا شماره 7 شما میشی زبون آقای شماره 3؟ آره. آقای شماره 7 مافیای بازیه. آقای شماره 3 مافیای بازیه. دلیل تو الان آقای شماره 9 آورد. آقای شماره 4 فقط منو میبینه. بعد آقای شماره 7 شما دیروز بازی میگی که آقای شماره 5 احساس میکنم شما شهروند بازی ولی من مافیا، آقا منو حمایت کرده. ببین آقای شماره 7 قطعا مافیای بازیه. 3 مافیا، 4 مافیا، 7 مافیا، شهروند. تیم شهروندی میچینم. 9 10 1 ما 4 تا شهر رای میدیم میریزیم بیرون. شهر این بازی. بفرمایید نفر بعد. شهروند بازیه. چالش.
شماره 6 بعد من صحبت کن. رفیق شماره 9، شما تو نوبت معارفه بعد من که مافیا نداشتی، یه مافیا داشتی قبل، گفتی این مشکوک خودت هم. چرا به من گفتی تو فقط یه دونه اتهام داشتی قبل خودت؟ مگه تو بعد من مافیا داشتی؟ بعد من که مافیا نداشتی چرا من اتهام زدی؟ بعد ستون من و 7 دوتا مافیام، شما طلا داری روز یک بیم فقط تو رو بدیم بیرون که فردا دوتامون خیار شیم. نه آقا، 9 مافیا، 2 مافیا، 9 قطعا مافیای بازیه. بفهم. من چالش داشتم دوستان. شماره 9، شماره 3 تک تارگت بود دیگه، تک اتهام، تک اتهامی بوده. شماره 2، شماره 4 که بعدیش بود چی؟ خود شماره 2 اینو دیدا ولی تو همین هم ندیدی. شماره 4 رو دیدی که شماره 3 رو دیدی ولی شماره 4 هیچ کاری نداره. شماره 9 قطعا مافیاست. من برای 2 از شهروندی اینجا میذارم چون 2 به 4 کار نداره. 9 قطعا مافیاست دوستان. شانس شهروندی میذاری به جای آدز بگین شانس. درسته. بفرمایید. آقا دلیل نداره، همه صحبتی میکنن دلیل نداره که من همه رو ببینم. من 3 رو دیدم، 7 هم دیدم. آقا شما رئیس، شما داری برای من توضیح میدی منم به قصد مافیا کردم، من شهروندم، به همین سادگی شما مافیایی بازی. شما به نظرم اطلاع داری از نقش شماره 7 میگی ما دو نفرمون با هم نمیتونیم مافیا باشیم. تو ته تهش نقش خودتو بدونی. چه جوری میگی ما دو نفرمون نمیتونیم مافیا باشیم؟ شما رئیس خیلی مشکوکه بچه‌ها. ببین بچه‌ها، من هم شماره 7 بازی رو مافیایی بازیدم. چرا؟ ببین استاد، شما بلند شدی روز ما بودی آقای شماره 2، شما مافیایی بازی هستی. دست داد آقای 5 گفتی 5 شهروندم، درست در صورتی که 5 مافیا شما رو شهروند بازی داره. استاد چجوری لینکر هستی که ایشون شهروند ایشون مافیا؟ ببین شماره 7 مافیای بازیه. آقای شماره 1 برآیند کل بازی از کلمه همه بنده است و شماره 10 که به شما اتهام زده، شما نفر 11 بازی هستی. با حداقل 2 3 تا اینجا با فکتای درست همون بیاری. ببین استاد، من امروز 7 مافیا دارم، 3 هم خیلی مشهود دارم. چاله مات کاری ندارم. میدم با آقای شماره 8 بعد من صاحب. بچه شماره 3 مافیای بازیه. شما مگه دیروز به آقای علیاری گیر نداده بودی؟ به شماره 2 گیر نداده بودی که چرا اتهام بهت زده کاری باشه شهروند اعلامش میکنی؟ تو الان بهت اتهام زدم با من کاری نداری، 9 میزنی 2 رو میزنی. بچه من شماره 3 مافیای بازیه. شماره 2 هم یه حرف مشهور زد بچه. تو من رو صندلی شماره 10 درباره یک صحبت میکنی دیگه، بقیه صحبتی نداری. خیلی حرفت عجیبه، تو درباره سر صحبت صحبت میکنی. بچه من 3 رو دارم، 10 رو هم دارم. بفهمید آقای شما، من دیروز به شما اتهام سنگین زدم، گفتم فردا هم با شما کار دارم. شما از مافیای 2 رسیدی به قطعی مافیای 9، بعد خودتو تو طرف 7 قرار میدید. تو اتهامایی که دارید میخورید میگی منو 7 که نمیتونیم مافیا بشیم. بچا 3 مافیاست به یک دلیل دیگه. آقای 4 مافیا بلند شد اتهاماشو میزنه، بلند میشه 3 هم مشکوکه. این همه یعنی تو یارتو دارید بیا منم تارگت زدم بهش، اتهام زدم بهش. میدم به شماره 3 بعد من صحبت کنه. آخه روز اول معارفه شماره 2 اینقدر داره اتهام میخوره، بعدش بلند میشه الان اینجای بازی فقط دارم میگن 3 3 3 تا اتهام شماره 3 شماره 2، بعد 9 بلند میشه میگن که برای 3 دلیل میاره، برای 4 دلیل نمیاره. خب مشخص این دو تا با هم دیگه لینک شدن دیگه. شماره 2 مافیا، شماره 9 مافیا. من اصرارا نمیفهمم. آقا یه لحظه گوش بده به حرف من. شماره 4 تو نوبت معارفه همراه با من همسو تارگت خوردی، اتهام خوردی. یه مافیا هم قبل من داشتی 2. چطور ممکنه 7 که قبل تو یه مافیا داشتی 2 تارگت کرد اتهام زده رو الان 7 مافیا داری، منم مافیا داری؟ نه آقا، 4 هم مافیا، 9 مافیا، بین 5 و 8 هم نمیدونم. چالش هم واسه شماره 2 فقط یکم آروم باش صحبت. من صحبت کنم اول؟ بله. ببینید دوستان، از بین شماره 3 و 4 و 7 اگه 3 تا مافیا نباشه 2 تا مافیا در میاد. امیدوارم که تبر زده باشم وگرنه بازی با تپان کنی. ببین آقای شماره 4، شماره 7 داره منو میکوبه، شماره 3 داره منو میکوبه، تو اون دو تا رو مافیا میکنی، منو شهروند میکنی، بعد میگی با من کاری نداشته باش. این آقای شماره 4 مافیا، شماره 3 از نظر من میتونی شهروند باشی چون امروز داری حمایت میشی. بعد استاد چرا اونایی که حمایتش میکنن و اتهام نمیزنی؟ شما نمیگی تو روز معارف اتهام زیاد خورده، امروز داره حمایت میشه دیگه، چرا به اونا اتهام نمیزنی؟ بچه ها 4 قطعی مافیاست. استاد تو از مافیای 3 باید برسی به شهروندی من، اون داره میگه من شهروند بازیم. چجوری از مافیای 3 میرسی به به مافیای من، بعد به یکی که من اتهام زدم اتهام میزنی؟ آقا 4 مافیای بازی، این 8 هم یه احتمال مافیاست. استاد اون شهروند از نظر من 3 شهروند به نظر من اونطوری بزنه. آره شماره 4 میخوام باش بفهم. ببین استاد، یکی بلند شده قبل شما، بلند شده شما رو شهروند بازی دونسته. اوکی، ببین گفته تو چجوری به مافیا لینک مافیا 3 و 7 رسیدی؟ درسته، میگه اگه قرار بزنی فقط به 3 بزنی. استاد تو الان میگی 7 شهروند با مافیا، شما دیتا داری تو بازی. ببین بچه 8 مافیا بازیه،
شما میدونی هفت شهرونده که من به شما به آقای هفت شهر برخورده. ببین هشت مافیا بازیه. بفرمایید. آقای شماره 4 الان اتهام مستقیم شما به شماره 3 و 7 و ارتباط این دوتا با هم دیگه چی شد؟ ببین من به تو میگم شهروند، خب اتحاد شهروندی فعلا میگه آقای شماره 4 مافیا. من آقای شماره 3 رو مافیا دارم برخلاف نظر تو. با آقای شماره 4 من امروز رأی میدم، آقای شماره 3 هم دارم. دوست عزیز شما یک ارتباطی از این دو نفر گرفتی و جفتشون رو همطرف قرار دادی. الان از ارتباط این دو تا رسیدی به مافیای من. بفرمایید نفر بعد. شماره 1 اول صحبت کن. مرسی از شما. آقای لاسویش کن. شماره 6 شما تو همین نوبت آقای 2 را گفتی شهر و همین شانس شهروندی براش میزن و رسیده بهت میگی مافیای باز تناقضی و تو هم بهش گیر نمیدی. یه مثلا شماره 4 تک اتهامتی رو 2 بود. چی شد الان؟ ببین شماره 4 که مشخصه شماره بین 6 و 2 هم قطعا یه مافیا بود. ببین بچا خیلی جالبه. شماره 6 چه صحبتی میکنه؟ شماره 6 میگه تو مافیایی که با شماره 4 کاری نداری. یعنی موافقه که شماره 4 مافیای یار منه، من باهاش کاری ندارم. بعد میگه 2 قطعی مافیاست، 9 قطعی مافیاست. مگه من مافیا نیستم که اونو نیدم؟ پس چرا اون جزء مافیاهات نیست؟ شماره 6 قطعا مافیای بازی بچه‌ها. من امروز به شماره 4 رای میدم، به شماره 6 رای میدم. شماره 3 چون این همه اتهام خورد طبق حقیقت بازی شاید چهرون باشه. بفهمید نفر بعد چالش هم برای شماره 2 بعد از من صحبت کنید. دوستان به نظرم شما یه صحبت مشکوک انجام میده. توی تهنش میگه من روز معارفه به شماره 2، به شماره 4 و به شماره 10 تارگت اتهام زدم، ولی کسی پشت دست من نیومده اتهام بزنه. مگه سایت بندی شده استاد؟ از این طرف شماره 3 خیلی در مورد شماره 7 صحبت میکنه، به شماره 2 توضیح میده که ما چی هستیم که اومدیم تو رو بدیم بیرون، یعنی جفتمون مافیاییم. پس اگه این شهروند باشه شما میشی مافیا. یک بار دیگه هم به شماره 4 این توضیح رو داد. شماره 3 خیلی مشکوکه، شماره 1 هم مشکوکه بازی. بفرمایید. دوستان بنده چالش داشتم. دوستان امروز که آقای شماره 4 میره بیرون. آقای شماره 4 یه دلیل دیگه. این روز معارفه موج سواری معنی نمیده، ولی شما به من اتهام زدی رو موج آقای شماره 3 سوار شدی. رو موج آقای شماره 7 هم که من 50-50 میذارم، یه مقداری از شما یک مقدار دنده عقب میگیرم. رو موج سوار شدی به شماره 8 اتهام زدی. بعد من دارم به اتهام زدم ما کاری نری. تو بگو مافیایی داری منو هول میدی بیرون. آقای شماره 4 مافیایی بودی. میریم سراغ رای گیری. رای گیری برای امین. مهدی، مسعود، میثم، مهدی، مسعود، امیر مهدی، علی، مهدی، سعید. بفرمایید بشینید. یکی در میون مهدی. شماره 4 تک دفاع. عالیه. یک نفر اتهام. شماره 8 یک نفر حمایت. بذار سه بذار. بفرمایید. من باید صحبت کنم. آقای شماره 3 من تکلیفم رو با شما ندونستم. ایشون بلند شد اتهاماشو به بقیه زد، برگشت به شما هم گفت 3 هم مافیا. شما بلا فاصله بعدش چالش گرفتی سفت و محکم ایشونو کوبیدی، بعد بهش رأی ندادی، الان دست حمایت واسهشو بردی بالا. آهای شما 4 مافیا زنده و مرده، من 3 رو میکنید بیرون. بفرمایید. آی نورای بد پلی چی میشه فارسیش؟ بازیکن بد. بازیکن بد. من شهروندم، از روی یه شهروند هم زده شده افتاده روی یه مافیا. من شهروند دفاع نیستم، این مافیای دفاعست. بعد این مافیای اون جمله‌ای که کات دادن رو میگه، خب که رأی خشم بخره، به نظر خودت مافیای؟ بچه ها کیا رأی کاش کی بودن؟ جمله ببندم اجازه است سری. رأی کاش کی بودن؟ شماها متفق القول میگفتین که من مافیام، متفق قول گفتید این مافیاست. فقط آقای میثم بفرمایید. آقای میثم دفاع کنید. دوستان اولا که شما اصلا راجع من یک جمله هم نگفتی، بعد بچی من رأی 4 دیم اومدم دادگاه، بعد می کاور من میخوای که چی؟ حمایت. حمایت من میخوای که چی بشه مثلا؟ این مال شما. بعد استاد تو که اصلا هول کی سایه شب کنی رأی 4 دیم اومدم دادگاه شب بعد چی کنی؟ بعد برادر من مافیای بازی ام. خب یه تارگت زدم به تو، من خود شهروند نمیدونی، فردا رو تو سناریو میشم، رو تو ادامه‌مو میدم دیگه. پس دنبال این نمیگردم، بذار فک بیاد تو استاد وارد بازی بشه، برم یه ور دیگه رو میخوام بزنم. یا من تو با هم یاری، بعد تو شهروند شهروند تو رسیدم دیگه، درسته؟ متشکرم. بچا رأی ندید.
بیستید لطفاً آقای میثم. رأی گیری مجدد برای میثم. بفهمید بشینید سابقه دار. تفنگ خرجتون. صحبت خارج از نوبت نباشه دوستان. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه. گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیراندازی داریم. بخوابه. پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه. تفنگ دار. شما حد اکثر میتونید دو تفنگ به شهر بدین. بخوابه. دست همه آقایون جلو برای دریافت تفنگ. دست هایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت. آقایون دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 7. آقای امیر مهدی خسته نباشین. پشت صحنه همراه باشید لطفاً. یک دور صحبت میکنید. 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. چالش هم برای شماره 3 بعد از من صحبت کنید. شماره 3 فکتی که توی استدلالی که توی ترن دفاعی آقا آوردید استدلال مافیه خودتون بود. گفتی من چه شهروندی هستم که 3 رأی آوردم. آقا با 4 رأی از توی ساید ما اومده بالا. طرف. از طرف ما اومده بالا. شماره 1 چه اتفاقی افتاد به شماره 4 رأی دادی؟ تو ترن روز معارفی تارگت بیس دادی ولی بعدش استدلال منطقی براش نیورد. شماره 1 خیلی مشکوکه. شماره 2 هم مشکوکه. شماره 3 هم برام مشکوکه. بفرمایید. بچا به حرفای شماره 10 گوش بدید. دیروز تو من قطعی مافیات بودم. قطعی مافیات یه نفر رو کابل کرده. حمایت. چرا؟ حمایت کرد. چرا بهش رأی ندادی؟ یه مسئله شهرونده، یه مسئله دیگه. دیروز من مافیا بودم. درسته؟ برای همه مافیا بودم. خودم دفاع نیومدم. این دفاع اومده. گفتم این نره. چرا؟ چالش واسه شماره 4 بعد من صحبت کنه. بچه‌ها خوب دقت بکنید. شماره 4 به نظر من تو شهروندی. شماره 6 چه صحبتی میکنه؟ میگه من به این جرمی که شما رو مافیا ندیدم مافیای بازیم و اصلا به شما هم اتهامی نمیزنه. امروز بعد شماره 6 رأی بدی. مهدی تو شهروندی؟ امروز بعد با من بازی کنی. تو تیم شهروندی چیدی؟ این حرکت حرکت شهروندانه‌ایه. شماره 6 تو هم گفتی کسی با من کاری نداشته. شهروند به من اتهام نزن. من به اتهام نمیزنم. دست دوستی به سمت دراز کردم. امروز هر کی شهرونده شماره 6 رو باید بده بالا. من به شما دو روزه دارم اتهام میزنم. هیچ فرآیندی نسبت به من ندارید شما. شماره 9 شما بنده شهروندی درسته؟ آقای شماره 10 شما بنده شهروندی درسته؟ شما هم که من حمایت منش بس من شهروندش درسته؟ پس چرا یک نفر بهش آقای شماره 8 اتهام نمیزنه؟ بچا 8 چی برای شما توی بازی؟
8 دو روز از بازی داره میگذره، فقط یه اتهام داره شماره 4. درسته مگه اینشون شهروند بازیه؟ بچه شما اگه شهروندی با اتهام تو شماره 8 بازی هم باشه دیگه. بفرمایید. چیف فقط یک چالش هم برای شماره 1 بعد از ببین چه اتفاقی افتاد شما شماره 4 واسهتون شهروند شد شما دو نفر. الکی یک نفر شهروند میکنید بلند میشه اتهام میزنه. آقای شماره 4 با اجماع آرا اومد بالا، فقط من آقای شماره 2 بهش رأی دادیم، رأی خروج دادیم، یکی رأی داد. من اصلا قبل از اینکه به رأی گیری برسیم گفتم آقای شماره 4 بلند شد اتهاماشو زده به این ور به اون ور، سه هم مشکوکه. آقای شماره 3 چالنجشو گرفت با ایشونو کوبید تو دفاعی چی گفت؟ یه نفر شماهایی شما دو نفری که شهروند کردید ایشونو بگید چی شد که ایشونو واسه شما قطعی شهروند شده الان؟ بفرمایید. دلیل شهروندی شماره 4 میدونید چه؟ چون شماره 6 من خودم رأی یکم بعد آقا تل آشنا شد یک نفر بیاد بالا. شماره 10 شما فقط داری دروغ وارده بازی میکنی. بنده روز ما رو گفتم 28 روز 1 در مورد شماره 4 صحبت کردم، رأی هم شدم. شماره 10 دوستان قطعا مافیا. 6 هم من دیروز گفتم رأی دادم نیومد داخل دفاعی. میدم به شماره 4 بعد من صحبت کنه. دوست شماره 9 من برات مافیا. من روز اول به شما گفتم چالش سر صحبت گرفتم، گفتم شما قطعا مافیا. گفتم دو مافیا، شما مافیا. گفتم دو چرا اسمش نمیاد؟ همونجا گفتم لیک بگم به تو کار نداشتم. نه قطعا مافیاست. شما یک من برات مافیا، چرا با من مافیا به شماره 2 رأی دادی؟ شما قطعا مافیاست. رأی داری برای من می‌خری؟ شما نه قطعا مافیاست. چهار من دارم شما گفتم شما نگاه انتخابی داشتین. من برای شما دارم استدلال میارم. نه مافیاست، یک مافیاست. من اگه شما سه من شما دارم شهر میارم، شما چهار دارم شهر میارم. با 10 به نظر من کارش من نه امروز میخوام. یا تیر میخوره یا جریان بازی مشخص میشه دیگه. دیروز اتهام کش، امروز همه دارن ما رو حمایت می‌کنن. استاد الان یه جماعتی منو شهروند مافیا کیه جان؟ بچه یه تفنگ بخوره طرف بازی در بیاد، بازی قشنگ نیست تمومه؟ یه تفنگ بخوره بازیش در بیاد، خیلی بازی راحته. بچه یه تفنگ همین الان بخوره، من مافیا بازی نیستم، بخوره نمایش این وسط. یه تفنگ بخوره شمال 8 من بازی در بیاد. استاد 10 نفر داره من حمایت می‌کنه، بعد مافیا منم. استاد خدا نگهدار بابا. شماره 9 بعد از من، 10 بعد از من صحبت کنید. ببین بچه‌ها، آی شماره 8 مافیایی بود. آی شماره 8 شما مگه دیروز نگفتی با آی شماره 7 می‌خوای بازی کنی؟ آی شماره 7 رأی 1 به ایشون نداد، شما چرا بهش رأی دادی؟ بعد رأی 2 هم بهش میدی؟ بعد بچه‌ها من شماره 3 رو روز قبلی رأی دادم، من شهروند. چرا از موج تشکیل نشد؟ من شهروندم. چرا موج تشکیل نشد مافیا بده پشت سن بهش رأی بده؟ چرا مافیا، چرا من مافیام دو تا یارم نمیدونم این رأی بچه‌ها؟ 3 قطعی مافیاست، 8 مافیایی بازی. ایشون دیروز میگفت 3 مافیاست ولی بعد آخر چالش داشتم صحبت کنم. دوست عزیز شما الان شماره 4 براتون شهروند یا مافیا؟ شماره 4 شما در مورد شماره 4 نظر نمیدی، ولی دو نفر از کسایی که بهش رأی 1 دادن و یک نفر که رأی دادن داری اتحاد میدی، میگی یه نفر دیگه رو بدیم بیرون. اگه این دو دوست شهروندن نظر تو، پس 4 باید قطعی مافیا بشه. تو نظری در مورد 4 نمیدی ولی اون دو دوست رو شهروند میخونی. این آقا هم خیلی مشکوکه. به نظر من شماره 3 مافیاست، شماره 1 مافیاست با اینا. متشکرم. بعد من شماره 9 صحبت. استاد تو این من شهروند نداری؟ یکی استاد الان دو روز ولکن ما نیست، بعد این چی برای شما؟ نظر شما راجع شماره 8 چیه؟ حالا بگو نظر راجع به چیه؟ مافیا شهرونده؟ نمی مافیا میتونه باشه؟ تو الان سه تا اسم بردی، مافیا یه فرد دیگه بود که. بچه‌ها من میگم شماره 8 مافیای بازیه. استاد اگه شهروند با ذهنش بچرخه، درسته؟ با ذهنش بچرخه. تو 6 نفر تو بازی من شهروند دارم. این نفر بعد. استاد خودو من چالش گرفتم. ببین بچه‌ها خیلی ساده است. من به شماره 6 اتهام میزنم، من دارم اتهام میخورم. شماره 6 فقط یه اتهام منو داره. بعد میگذره دعوا میره سمت 4 و 8. آقای میثم شهروندی؟ امروز فقط 6 میره بیرون. به احترام من امروز به 6 رأی بده شما. من فردا وسط میدمش بیرون. اوکیه؟ بچه ها از اونجا میگذره با این دلایلی که من گذاشتم رو سنگ بذارید آب میشه. شماره 6 خدافظ. چالش برای 8 بعد من حرف بزنه. شماره 10 تو منو مافیا داری، اینو شهروند داری، 7 هم شهروند داری. من دو تا شهروند رو روز 1 رو دست یارم گذاشتم. بچه ها شما بر چه اساسی بازی میکنید آقا؟ 9 تو چطور الان 5 داره به من میگه مافیا دیسلایک میدی؟ تو دیروز مافیا قطعیت من بودم. بچه ها نمی گنجه این بازی. 7 یه 9 گفت پر کشید. نفر بعد آقای شماره 4 شما الان نظرت اینه که من تفنگ بخورم طرف شما مشخص بشه؟ دوست از من اگه تفنگ بخورم شما رفتی. من شهروندم، ولی این که خیلی محکم داری میگی که تفنگ بخوره
ای میخوام ازت کوتاه بیام، خودت نمیخوام. تو بعد به این شک کنی که آقای شماره 3 اونجا آه تو فای بلاش آقای شماره 4 رو بزنه. بفرمایید. این مافیاس وقتی کوتاه نمیاد. نفر بعد. چالش شماره 6 بفرما. من صحبت کنم. بچه‌ها 9 مافیاس، یکم مافیاس. من دارم کنار شما دارم چین میذارم، میگم یک مافیاس نه مافیاس. شما دارید استدلال دروغ وارد بازی میکنید، میگه من تک تارگتم. شما قطعا مافیاس. 9 تیر میخوره دوستان، یک با رأی میدیم بیرون. اینقدر وقی خنده نداره. 9 مافیاس. شهروند من میخوام. شماره 5 3 مافیاس. من سر شهروند دارم. من چیم؟ امروز با من رأی باید بدی به شماره 9 فقط. بفرمایید. حالا شما دادم دوستان. ببینید دوستان یه نکته بگم، اولا اندازه کارتتون بازی کنید، خواهش دارم. این یه نکته. نکته بعدی، ببین آقا شماره 4، من دیروز حقیقتا وسط دفاعی نمیخواستم بد رأی بدم، آخرش گفتی به من رأی ندید. تو آخر دفاعی من زد انتظار داشتم بگی به من رأی بدید، یه اتهام بزنید، من اتهاماتو بگیر کنم به خاطر این بد رأی دادم، ولی فعلا دند عقب میگیرم. ببین دوستان شماره 9 قطعا شهروند بازیه، من شهروند بازیم. بین یک و یک مافیا در میاد که دهه مشکوک تره. آقای شماره 6، 10 براتون شهر یا مافیا؟ شهر من چیم؟ بفرمایید. آقا داره منو اتهام میزنه. آقا شماره 6 تفنگ بخوره دوستان. چالش دوستان شماره 8 صحبت کن. اول صحبت کن. چه یه لحظه ببین آقای شماره 6 واسه من مشکوکه، ولی شما اتفاقات دیروز رو فراموش می‌کنی. شما باید یه مسیر ذهنی رو از یه جا بگیرید به سمت جلو برید دیگه. آقای شماره 4 شما شهروندی؟ الان دارم با آروم صحبت می‌کنم. شما اینقدر بلند شدی میگی یک نفر تفنگ بخوره طرفش مشخص بشه، شهامت شهروند نمیخوای متوجه شی، با این دیسلایکات پر میکشه. بفرمایید. اینا میری. آقای مهدی تایید میشه. ببخشید آقا شماره 6 شما میزنه. شماره 6. وصیت. وصیت؟ بله. بچه ها بفرمایید بشین آقای امین. به نظر من شماره 1 مافیاست، 9 هم مافیاست. با این تیری که شماره 2 میزنه به نظر من 2 هم مافیاست. متشکرم آقای مسعود. آقای مسعود با طرف مافیا رو قاطع ترک میکنه. درست! بفرمایید. بفرمایید. لطف اجازه بدید. اجازه بدید. من اعلام میکنم. پشت صحنه همراه باشید لطفا. بفرمایید. ببین دیروز 3 نفر با شما رو 6 رای دادن. یکیش من بودم. دوتا دیگه کی بود؟ تو بودی؟ 9 تو هم بودی؟ خب کار نه. آقا امروز شماره 4 و 8 فکر کنم شب یه لحظه گوش بده. ببین شماره 10 کامل داره دور و قارد بازی میگه، شماره 5 هم اصلا تو جریان بازی نیست. اصلا شما نیستی طرف نیاری. کیه؟ کی اتهامته؟ چطور شماره 10 شما کد الان اتهامت سفتت کیه؟ منم؟ من که میدونم شهروند بس تو میشی مافیا. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای امین، مهدی، مسعود، میثم، مهدی، علی، مهدی، سعید. دو نفر از خودشون دفاع میکنن شماره های 8 و 10. یک نفر راجع به علی، یک نفر راجع به سعید. شماره 2 شما بفرمایید. آقای میثم بی بچه ها، من پس ذهنم شماره 6 رو مافیا بازی داشتم، ولی امروز چون من یه مافیا فرصت داشتم، مافیا دست به نقطه داشتم، آقای شماره 8. چرا؟ چون شماره 6 میذاشتم مافیا ذهنی خودم، تارگتش چی بود؟ اتهام شماره 2 بود و شماره 9. درسته در صورتی که منو شهروند بازی داشت ولی به 8 اتهامی نمیزد. شماره 10 بازی همین شکلی بود، تارگت ها شماره 1 بوده و فکر کنم 3. درسته که باز هم نه به 6 میزد نه به 8. درسته بچه ها؟ پس برای من مافیا فعلا شماره 8 و شماره 10. شماره 5 هم داره به 8 میزنه بچه ها. بفرمی دوستان احساس میکنم جفت دوست مافیان، ولی ببین من دلیل برای آقای شماره 8 دارم، دلیل بیشتر برای آقای شماره 10 دارم. ببین آقای شماره 10 شما اول صحبتت آقا رو مافیا خطاب کردی، من رو مافیا خطاب کردی، آقای شماره 3 هم مافیا گفتی، بعد وسط چالش گرفتی گفتی آقای شماره 4 مافیای بازیه. چرا؟ چون من بهش اتهام زدم شدم شهروند بازی. آقای شماره 6 شما رو گفت شهروند بازی، بنده هم گفت شهروند بازی. ببین آقای شماره 6 شما رو تو لفافه حمایت کرد. شهروند بازی شما. آقای علی بیستی مافیا رو ما پیگیری می‌کنی دفاع کنید. ببین
بچه ها، من اصلا واسه دلیل شهروندی خودم فقط یک نکته رو بگم. آیه شماره 3 به من رأی داد، دید هنوز رأی شما دو نفر بالا نیومده بود، دید دست شما بالاست، رأی آورد بالا که من بیام تو دفاعیه. آیه شماره 4 من به شما اتهام زدم بر اساس مسیری که از شماره 3 گرفته بودم. الان به شما میگم شهروند، چون شهامت تفنگ خریدن داشتی، به شما میگم آقای شماره 3 شما رو خرید و همین. آقای شماره 2 شما هم شهروندی، اگر احیانا من بازی خروج بده کنم شما سه مافیا هست، من شهروندم به همین راحتی، نیاز واسه شهروندیم دلیل بیارم. آقای سعید بیستید و دفاع کنید. دوست عزیز، یک نفر برای شما تفنگ خریده، میگه شهامت تفنگ خریدن برای من داشته. آقای شماره 1 من دو تا اتهام داشتم روزی، یکی که شما بودی، یکی شماره 3 رأی شماره 3 من بودم. فکر کنم با شما هم کلا دو رأی دادیم. من چه جور مافیایی هستم؟ بعد انتقاد داری شماره 6 خیلی نمایان اومده گفته 10 یار منه، اینم منم مافیام 10 یار منه. من قطعی شهروند بازی ام، هیچ کسی به من رأی نمیده. امروز به نظرم گزینه سیفمون آقای شماره 8 که بعد از اون من با 6 تا رأی میام بالا. آقا با 4 تا رأی به زور اومد بالا. امروز فقط رأی میدید شماره 8 شما یک مافیا. بیستید لطفاً. شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای علی. سعید، آی سعید بفهمید بشید. علی کلام آخر. آی شماره 10 شما اصلا من اتهام زدی که الان با من برای تو دفاعی گفتید خروجی درست علی. آی شماره 3 مافیا است، آی شماره 10 هم مافیا است. شما شهروندی، به نظرم شما هم شهروندی به خاطر اون شهامتت. آی شماره 1 هم شماره 6 رو محکم میکنی، این شماره دست شما رو میذارم تو دست هم دیگه. فردا توی استعلام وضعیت متوجه میشید که ایشون بعد از دیدن رأی شما رأیش رو آورد بالا. متشکرم. خسته نباشید آقای علی، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. سعید میتونه مافیا باشه. بعد دور و شهر دو که قطعی شهرونده. خب هشتم میتونه شهروند باشه. هشت میتونه شهروند باشه. هشتون با دو رأی دادن دست دو تفنگ جنگی بود، ولی فکر کنم چهار هم شهروند. شماره 5 عینکیه. درست، دو پنج مافیایی بود. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. مافیا بخوابن. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشه تق تک تیراندازی دارین. بخوابه پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 4. آقای میثم خسته نباشین، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره 4 نفر از دست دادیم. 1 مافیا، 3 شهروند. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 5
به این سمت. یک بعد از من صحبت کنم. بچه ها شماره 10 قطعی مافیای بازیه. شماره 3 مافیای بازیه. بچه ها شماره 3 دیروز داشت به زمانی که 6 داشت میزد میگفت که من با تو بازی نمیکنم به 9 رای میدم. بعد دیروز بچه ها شماره 6 داشت رای من رو میخرید که به شماره 9 رای بدم. شماره 10 قطعی تو چسن اتای به 8 6 دفعه تو 1 3 9 مافیا تو چرا به 8 رای دادی؟ تو قطعی مافیای شماره 3 قطعی مافیا است بچه ها. من صحبت کنم. ببینی خیلی از شما رو شما اتهام در مورد هشت نداشتی، یه اتهام اومد با تو دفاعی بره بیرون بچه تیری زدی شماره 4 امروز که رو اتون اسم بگه هشت که شهر بوده آقا هم شهر بوده که تیر زده مافیا 4 نرفته بیرون چه تیری زدی شما رو تو که اصلا سوختی من گرفته بودم ادم اول چالش برای شماره 9 بعد من حرف بزن بچه یه لحظه گوش بدید روز 1 داشت شهرونده پوش میشد داشت هول داده میشد بیرون من گفتم شهرونده گفتم 7 شهرونده گفتین دیدی گفتم 4 شهرونده گفتین یارته 8 پا شده از رو من شهروند چیز هم خورده افتاده رو 4 میگم آقا من که شهروندم چطور ممکنه این مافیا باشه میگه تو یار اینی خب بعد چی کار کنم با 8 بفرمایید ببین نیازی نبود الان توضیح بدی نیازی نبود توضیح بدی من 2 رو شهروند دارم با تفنگش مافیا زده 5 شهروند دارم مافیا داشته قانعش میکرده به من رأی بده مافیا داشته رأی اینو میخرده به نظر من شهروند فعلا باش کاری ندارم مافیا رو در میارم بین 3-1 و 10 امروز خروجی 10 سیف ترینه امترین خروجی 10 آقا با چیکار داری با تو کار دارم یا نه امترین خروجی 10 هست یا نه نفر بعد چالش هم برای شماره 10 بعد صحبتمون ببینید دوستان آقای شماره 3 و 10 شانس مافیاییشون بیشتره آقای شماره 10 شما گفتی دیروز من با 6 تا رأی اومدم دفاعیه رأی دومت چقدر بود یه دونه رأی بود که آقای شماره 1 بهتون داد درسته پس چرا آقای شماره 8 این همه رأی بود رأی دوم بعد شما تو دفاعیت فقط داشتی فشار می آوردی که آقای شماره 8 بره بیرون این دلیل رأی گیری برای شما آقای شماره 3 الان مافیا کیه نه دیگه با تو نوبتت میگفتی دیره آقای شماره 3 مافیا 10 مافیا دوست عزیز من که میدونم خودم شهروندم یک نفر قبل از من با 4 تا رأی اومده بالا بعد از اون من با 6 تا رأی اومدم بالا من چی بگم به اون بگم شهروندم منم شهروندم جفتمون بشینی شماره 3 هنوز اتهام مشخصی نره تو این جای بازی تو این وضعیت اتهام نمیزنه شماره 5 معتقد من و 3 با هم دیگه یاریم از روز 1 داریم هم دیگه رو میزنیم تک رأی سر بفرمایید چالش بفهم این شماره 10 تو اصلا کجا تام تیم بوده تو شماره 8 شده تو میگفتی 1 3 9 مافیا به 8 رای دادی دیگه کجا به این آقا رای دادی تو روز یکم به 4 رای داده بودی شما مافیا این آقا اصلا اتهام نداره شما الان روز چنده دوست عزیز فقط گفتی یک شهروند حمایت کردی قطع مافیا آقا من صحبت کنم من شماره 10 که مافیا من با تو داشتم میزدم مهدی به 6 به من میگه میتونه تو تیم مافیا مرض دارم میگه به یارم بزنم وقتی شهر داره جای دیگه می بس به من اتهام نزن شماره 10 تا خلاف 3 تو فقط یه 4 شهر داشتی اتهامت کیه نه با 6 کار داری نه الان 10 حالا که ما داریم فهمیدیم دیگه آقا شماره 10 و 3 داخل دفاعه ولی خروجی شماره 10 شهروندی من میخوام این بازیو ببازم شهری که یه اتهام درست نداره چالش هم برای شماره 2 صحبت کنید من صحبت کنم ببینید دوستان یک نفر میاد دفاع یا 2 نفر نمیاد یک نفر میاد دفاع اونم آقای شماره 3 شماره 8 وصیتش آقای شماره 3 بوده وصیت مرده برای شخص بنده اهمیت داره ببین تو با فروختن این سفید نمیشی آقای شماره 10 ولی آقای شماره 3 بفرمایید دیره آقای شماره 3 دیره اعتقاد داری تو وضعیتی که 2 تا مافیا توی بازی همه متفق قول میگن 10 مافیا 3 رو میذارن کنارش آقای پنج میگه 10 مافیا 3 رو میذاره کنار 3 میگه 10 3 که اصلا تارگت خاصی مشخص نمیکنه اصلا اتهامی نمیزنه توی تنش میگه من شهروندم اونا رو کاور کردم حمایت باید اتهام بزنی باید اتهام بزنی یه مافیا بدی بیرون که برآیند شهروندی بشه نه اینکه شهروند رو کاور کنی امروز فقط شماره 3 بازی خارج میشه من شهروند هزارم 1 و 2 چه دلیل داره به تو اتهام بدم شما رو یک صحبت کن صحبت مرسی ببین شماره 2 شهروند یه لحظه گوش بده هم 3 داخل دفاعی هم 10 هر دو شانس مافیا دیست عدم تایید نده گوش بده یه لحظه گوش ببین تو تیری چه زدی ما بهت گفتیم زدی مگر اتهام شماره 4 بده رأی 2 دادی پس گوش بده هم شماره 10 داخل دفاعی هم شماره 3 حرفاشون میشه ولی من 10 بیش با اینکه 3 امرو اتهام نره ولی 10 مشکوک تره خب ببین بچه‌ها شماره 1 قطعا شهروند بازیه با من داشت شماره 6 رو میکوبید من یادم رفت اشکالی نداره شماره 2 هم که با تفنگ مافیا زده بیرون منم که مافیا رو گرفته بودم مافیا هم تلاشش مهدی رو قانع کنه پس ما فعلا ما 4 تا با هم دیگه بازی میکنیم شماره 3 بازی امروز بازی بلند شد صحبت کرد توضیح داد که چرا اتهام سفت و سختش آقای علی بوده آقا شما اصلا شهروند اشتباه بازی کردی یا نه
شماره 3 بیاد بالا. شماره 10 برایندش این بود 1 2 3 مافیا من 6 رو اتهام زدم، بلند شد منو اتهام زد. بفرمایید. این دو نفر دفاع درباره مشخص میکنه کی بره بیرون. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای امین، مهدی، مسعود. مهدی سعید، بفرمایید بشینید. شماره 3 و شماره 10 خودشون دفاع میکنن، یک نفر راجع مسئول. درباره ندم تایم هم بیشتره؟ نه نه، فقط انتها صحبت میکنید. اوکی میبندین؟ میبندم. یک نفر راجع به سعید. شماره 2 صحبت بفهم. مشکلی نداره در رابطه شماره 3 هم صحبت کنم، چون شما باید در رابطه با شماره 10 صحبت کنید. ببینید دوستان، من وقتی دارم میگم که یک نفر بیاد دفاعی، اوضاع خرابه، اوضاع حساسه، چون اگر یک شهر بدیم بیرون، دو نفر شانس مافیا دارن، ولی اگر یک شهر بره بیرون یا اصلا کسی نره بیرون، وضعیت وخیم میشه. من بخاطر میگم یه نفر بیا بیرون، یه نفر مستقیم خروج پیدا کنه، اون یارش هم از کنارش بیا بیرون. ببین آقا، شماره 10 هم مافیای بازیه، فقط شماره 4 رو داره. شما دو تا مافیا بود داشت. نگفتی برادرم، فقط گفتی شماره 4، گفتی شماره 3. متشکرم. به نظر من امروز خوبه. آقای سعید بیستید و دفاع کنید. من صحبت کنم. دوستان، من شهروندم. من هم یک مافیا گرفتم. شما یک مافیای دیگه گرفتید. اونا قطعا مافیاست. شماره 5 نمایان به من رأی میده، به آقا رأی نمیده. من توی ترن صحبتم گفتم که آقای 5 هم مافیاست. آقای شماره 5 هم مافیاست. اتهامش هم منو میزنه، هم شماره من آقای مسعودو میزنه که از روز یک دارم میکوبمش. از روز یک تک رأی آقا من بودم. من شهروند بازیتونم. از من بپذیرید و امروز رأی میدید شماره 3 بازی خارج میشه. آقا گوش بده، دیروز مگه تو شهروند شهر نبودی؟ تو با تیر یه شهروند مافیا زدی، درسته؟ دیروز تو رأی دادی به 8، خودت رأی به 10 ندادی، تو گفتی 8 بده. خب من با دست تو رأی دادم. اون شهرونده کنار یه شهروند دیگه اومده، شهرونده با 5 تا رأی رفته، اون یکی شهروند نشسته. مگه میشه آقا؟ بعد امروز من یه چالش به من نرسیده، یار من کیه؟ 10 بره بیرون، من شهروندم، امتیاز منفی بگیرید. همین الان بازی تموم میشه. خواهش میکنم به من رأی ندید. امروز شهر به من رأی نمیده. من شهروندم. خستم کردین دیگه. بایستید آقایون، شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای مسعود. سعید، شماره 2 تأخیری بوده. بله، بفرمایید بشینید. رأی تأخیری محاسبه نمی شود. دوستان دقت کنید. با اعلام من، شب می شود و شهر به خواب می ره. نگهبان، شما می توانید از یک نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. به خوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب می کنید امشب توانایش را از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابند. کارگاه بخوابه. تکاور، اگر مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیراندازی دارین. بخوابه پزشک، یک حق انتخاب. بخوابه با اعلام من، روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید، 25 ثانیه با چالش از شماره 9. شماره 3 بعد من صحبت کنه. ببینید بچه ها، ما معتقدیم که شماره 3 مافیاست، شماره 10 هم مافیاست. معتقد بودیم که شماره 8 مافیاست، شماره 10 هم مافیاست. شماره 8 و 10 اومدن بالا، این یه دونه رأی آورد.
شماره 3 و 10 اومدن بالا، باز این یه دونه رأی آورد. آقای مهدی شما خیلی ساکتون گوشه نشستی ها، شما هم من گوشه ذهنم دارم، ولی بین این دوتا آقا من گول داد و بیدادشون رو خوردم، امروز رأی میدم شماره 10. آقا داد و بیداد چیه؟ امتیاز مثبت نگاه کن، امتیاز مثبت. کدوم مافیا رو تو داری که من حمایت کردم؟ کی؟ گفتی 2 شهرونده، من از روز 1 دیگه بهش تارگت نزدم، اتهام نزدم. 10 داره فقط تک اتهامی از روز 1 برمی زد. تو مگه نگفتی من مافیا؟ چرا رأی ندادی؟ چتونه؟ بفرمایید صحبت کنم. آقای شماره 9، شما اعتقاد داری من مافیا ام، یار بنده کیه؟ شماره 5، شماره 5 که به من رأی داد، به آقای شماره 3 رأی نداد. استاد باید جوجا بفروشی بره، الان دیگه نباید رأی ندی. شماره 3 قطعی مافیای بازیتونه. شماره 3 دیروز خودشو تو قامت دفاعی دیده، میگه من از 2 تا شهروند کاور کردم، تو از بغل مافیاها هم رد نشدی استاد. بفهم حالا متوجه شدی؟ میگم وقتی یه نفر حق چالش نداری آقای سعید، اجازه بدین آقای سعید به خاطر استفاده از کلمات انگلیسی حق چالش ندارید دیگه. بفرمایید. خب من چالش داشتم دوستان. ببین الان متوجه شدی گفتم وقتی یک نفر بیا دفاع به خاطر چیه؟ آره من میگم وقتی یکی نه، ببین 2 نفر مافیان ها، ببین آقای شماره 5 مافیان نیست، چون اگه مافیا باشه نمیاد خودش اینطوری نمایان کنه به یه نفر دیگه رأی بده. میگه مافیا، ولی حداقل با شهر بازی کرده. شما که امتیاز میکنی، الان چه امتیازی تو بازی داری؟ دیروز هم داشتی توضیح میدادی، امروز آقای شماره 3 دوستان گوش کنید دیگه، طبق دلیل داریم بازی میکنیم. چالش مهدی صحبت. آقا حرفش منطقیه. چرا حرفش منطقیه؟ من اگر اینو مافیا بزنم یارشو 5 میدم دیگه، عصب بخوام دنده عقب بره 5 رأی 2 داده بهش. حرفش کاملا منطقیه. پس مافیا 3 و 5، ولی امروز تک رأی فقط 5، تک رأی 5 هم بیرون. گوش بده مهدی. مهدی تو گفتی دیروز تک رأی بیاری، ولی خودت به اتهامت رأی ندی. پس مقصرش خودتی. امروز بعد به 5 رأی بدی. بفهمید. یه لحظه گوش مهدی، مگه شهر نیستی؟ مگه من با شما رأیمون تایید نشد برای آقا؟ چرا نرفتی بیرون؟ شما بعد شماره 5، من دیروز گفتم شما طرف نداری تو بازی. شماره 10 اصلا هیچی نگو، خیلی بد با ذهن همه شهروند داره خراب کردی. شماره 5 داخله دفاع، شماره 3 داخله، ولی خب چطور شد به چه نتیجه ای رسیدی که آقا را رأی 1 نه 2 هم ندی؟ با آقا هم رأی 1 دادی هم 2، آقای مهدی امتیاز منفی داره، بزن بره که بمونی تو کیاس. بفرمایید. چالش هم برای شماره 5 صحبت کنم. ببین بچه‌ها، یعنی شما معتقدید این یار من بوده، بعد من خودم اینقدر نمایان کردم، شما 3 تا شهروند 100 رأی بدید من رأی ندم؟ شماره 10 مافیای بازی کنار یک شهروند اومده، شهرونده رفته بیرون، دیروزم اون بازی رأی آورده، این آقا 3 تا رأی آورده، الان برای شما این مافیا اینه بچه‌ها؟ شماره 10 مافیای بازی، فقط 10 مافیا من ندارم اینا. یکی بود اونجا باشه به نظرم، یک مافیا. ببینید دوستان، من روز معارفه رو یه مروری کنم. روز معارفه آقای شماره 5 ذهنش با ذهن من شهروند یکی بود. شماره 3 و 4 که صحبت کردن من مافیا گرفتمشون، آقای شماره 5 بهشون اتهام زد. ببین من بالاخره من از روز معارفه خیلی روز مهمیه تو بازی. ببینید دوستان، شماره 3 طبق دلیل مافیاتره، حداقل وصیت شماره 8 شماره 3 بوده که ما چند تا رو من وصی کرده. 1 2 4. شماره 9 بعد من حرف بزن. شماره 8 برایندش 7 و 4 بودن و من 2 تا از برایندها شهروند بوده. میفهمی اگه شهروندی؟ حاجی من شهروندم، این یار منه. دیروز تو 6 نفر که من دارم میرم بیرون به من رأی نمیده، رأی میده به یکی دیگه که فردا شما 4 تا هیولا بگیرینش. پس باید بگی این مافیاز امتیاز شهروندیه برای خریده، که اگه شاتش نشینه بگه من که به این رأی نداده بودم. تهش باید من شهروندتون باشم. بفرمایید. آقا من چالش رو گرفتم. آقای شماره 5 3 مافیاته، یارش کیه؟ خب ما شهروند قطعی. میگه چرا با ما شهروند قطعی به این مافیا رأی ندی؟ شما مگه نمیگی این مافیا؟ امروز با ما رأی میدی شماره 5؟ میخواسته امتیاز تو رو بخره دیگه. بچه ها امروز خروجی شماره 5 باشه. مهدی شهروندی بازی تعامله، تو دیروز تأخیری رأی، امروز به احترام 5 بده. ببین مهدی، من دوباره چالش میدم به خودت، گوش کن. شما دارین صحبت میکنین، میگین 2 نفر مافیایی بازی، ولی 1 نفر داره زیاد تارگت میکنه. چرا اتهام میخوره؟ چرا اون اتهام زیاد نمیخوره؟ همه میگفتن این بره بیرون. مگه 2 تاشون مافیا نداشتی شما دیروز؟ چرا درباره اون کمتر صحبت میشد؟ بعد بغل یک شهروند اومده، شهرونده رفته بیرون، من شهروند بازی مافیای بازی، میگم مهدی با من بازی کن، بهش نمره 9 رأی بده. ناخو آقای مهدی، مشکل بازی شما اینه که شما توی این وضعیت باید 2 تا مافیا داشته باشی، ولی شما داری منو قانع میکنی که به شماره 10 رأی بدم. آقا 10 شهروند بد بازی کرده،
3 و 5 جناب، فقط 5 بالا، فقط 5 بیرون. اوکی مهدی آقا، اوکی تموم شد رفت. بفرمایید. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای امین. مهدی، مسعود، مهدی، مهدی شماره 9 بیستید، سعید. شماره 5 تک دفاع، یک نفر اتهام. اتهام میدم به شماره 9 بزن. یک نفر حمایت. هزی نیست. میتونید اتهام هم لغو کنید. میتونید لغو نکنید. میتونید لغو کنید. لغو نمیکنم، شما صحبت بفرمایید. ببینید بچه‌ها، ما الان باید چی کار بکنیم؟ ما امروز باید آقای مهدی رأی بدیم. اگر رأی ندیم دوره روز از نو، روزی از دو شب هم احتمالاً تیر شبشون بشینه. آقای مهدی مافیای بازیه، توی وضعیت خطرناک بازی فقط یک مافیا داره، یار مافیاشو نمیاد مشخص بکنه. شما داری میگی ماها شهروند هزاراتیم دیگه، و وقتی ما شهروند هزارات رأی خروج داریم، چرا با ما شهروند هزارا رأی ندی و مخالف ما رأی دادی؟ شما این احتمال رو میذاشتی که مهدی شاید به این رأی. متشکرم. ببین آقای مهدی، من قطعی شهروند بازیام. الان شماره 3 میگه منو 10 با هم یاریم. عجیبن غریبو. شما الان میگه من 10 من خوشم میاد، رمیدم میرفتی بیرون دیگه. بچه‌ها من شهروند بازیام. شماره 1 مافیاست، شماره 10 مافیاست. دیروز 3 و 5 صحبتش، 3 و 10 صحبتش، فقط 10 3 بیشتر اتهام میخورد. پس 10 مافیاست. الان روزی که دیروز دو نفر اومدن بالا، من الان اومدم بالا. دیروز من اصلا توی هیچ بحثی نبودم، من میام بالا. بچه‌ها من شهروند بازیام. خواهش میکنم، شهروند من رأی نمیده. شماره 6 مافیا داشت با هم گفت بیا با هم بازی کن، شماره 9 رأی بده. متشکرم. رأی گیری مجدد برای مهدی. آقای مهدی کلام آخر. بچه‌ها من شهروند بازی بودم. اگر 1% تکاور شد، 10 و 3، الان آقای شماره 3 تو منو مافیاش کردی دیگه. بچه‌ها بین 10 قطعی مافیاست، بین 1 و 3 یک یار داره. حتما 10 رو تکاور شد کن. اگر تکاور شد، اگر دکتر سرکار فقط 10 میره بیرون. متشکرم. متشکرم. خسته نباشید آقای مهدی، پشت صحنه همراه باشید. دیگه من یه شهروند رای دادم رفت بیرون، و بعد سکم دو سایدی کنم که دوتامون شما نشید. وقتی شماره 6 رفت بیرون، ما موقعتمون در خطر افتاد دیگه، یعنی دوتامون تقریبا نمایان شده بودیم. هر چه خدا بخواد، اصلا برام مهم نیست، مهم اینه که اینجا دوستای زیادی پیدا میکنم. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکاور. اگر مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید، حق تک تیراندازی دارین. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز بشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 1. خدا شکر. امین خسته نباشی، پشت صحنه همراه باش لطفاً. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 2 به این سمت. شماره 9 بعد از صحبتام. ببینید دوستان، آقای شماره 3 چرا شما انقدر نرویی؟ این رأی یعنی چی؟ این رأی یعنی چی؟ آخرش اینجوری میخوای رأی بدی؟ من دلایلتو میارم دیگه. شما داری در برابر دلایل مقاومت میکنی. شماره 8 شهروند که شماره 1 شهروندش بود، من که خودم میدونم شهروندم، 4 شهروند بود، داشت میگفت من شما سه تا رو به هم اتحاد میدم. شماره 3 پریروزم که اصلا اتحاد نداشتی. بفرمایید.
ببین آقای شماره 3، یکی این که شهروند بازی با من معتقد بود که شما دو نفر یاری، دو این که مافیای بازی تمام پافشاریش روی ایشون بود، سه این که مشکوک بازی شما یه شماره 10 قبول داری و قبول داشته باشی دیگه، ولی مافیای بازی رأی خروج داده به ایشون. پیشون شهروند، خدا نگهدار. چالش برای شما 10 قطعی مافیاست. یه لحظه به حرفای من گوش بده. تو روزی که من با 10 توی دفاعیه بودم، 3 تا رأی از شهروند برای خروج آوردم، شماره 5 مافیا رأی به یارش داده. فکت دوم، دیروز 5 مافیا 10 یارشو چسبونده به 1. فکت دوم، فکت سوم، سعید 10 یه بار با یه شهروند اومده نرفته، یه بار با من شهروند اومده نرفته. فکت بعدیش اون پسر ایزی قبول کرد که 5 مافیا آسون قبول کرد. آسون قبول کرد که 5 مافیا. بفرمایید. من چالش دارم. کاش بفهم. ببینید بذار بینندگان یکم بیشتر بازی رو ببینن، لذت ببرن. نه ببین شماره 3 که مافیاه، ولی میذاریم تیر بخوره. پیشنهاد منه، شما ببین، شما که تاج سری، چون شهروند بازی خوب بازی کردی و با هم تونستیم بازی، ولی من میگم بذار شب تیر بخوره. ببین فردا تو کی بفرمایید بگی آقا شماره 3 با اول برو دلایل بیشتر داشته. تو شهروندی؟ یه لحظه داداش لج نکن، پدر کشتگی که با هم نداریم. تو شهروندی؟ بین شما دوتا یه شهروند است. هر کدومتون شهرونده به من رأی بدی بازی تموم میشه. من شهروندم، میفهمی؟ خواهش کنم ازت، چی کار کنم به خاطر یه بازی؟ بفرمایید آقای شما رئیس. واقعا من برای شما احترام قائلم، همین که شما مافیای آخری و تمام دلیل بر علیه، ولی هنوز میجنگی واقعا قابل احترامه. ناکن آقا، مافیای بازی رأی خروجش رو داده به ایشون، پیشون شهرونده. ایشون همراه با شماره 2 شهروند و شماره 1 شهروند دستش رو به موقع آورد بالا که شماره 5 بره بیرون. ولی شما چه کار کردی؟ شما رأی ندادی، منتظر شدی دادی بالا. حرف قشنگه ولی مهم عمله. شما مافیای بازی هستی که باید امروز بری بیرون. بفرمایید نفر بعد. چالش هم برای شما بعد از من صحبت کن. بچه‌ها بازی با استدلال دیگه، شماره 5 توی وضعیت قرمز که دو تا مافیا تو بازیه داشت میگفت چرا روز قبل اسم 10 اسم شماره 3 میاد ولی اسم 10 نمیاد، ولی نمیگفتش که 3 تا شهروند قطعیای بازی بهش رأی دادن چرا نرفته بیرون. داشت استدلال میساخت برای مافیای من و شهروندی آقا. امروز باید با استدلال بازی کنیم دیگه. امروز رأی میدیم بره آقا، چرا رأی ندیم؟ چرا رأی ندیم؟ مگه شک داری تو مافیا؟ امروز دست تو بیاری بالا، رأی میدی مافیا میره بیرون از بازی. ببین نکته اول من چالش گرفته بودم. نکته اول ما الان 3 تا شهروندیم قدرت رأی میشه. 2 اینکه مسعود خیلی خوب با احساسات آدم بازی میکنه. 1% تو 3 نفر بخواد یه شهروند گول بزنه، من تو کتم نمیره این بازی شهروند ببازه. مردم هم گناه دارن، شهروند ببره. مسعود تک رای بالا، تک رای بیرون. خدا بریم سراغ رای گیری برای مهدی. مسعود، مهدی بیستید. سعید آخش. شماره 3 تک دفاع، 1 نفر اتهام، 1 نفر حمایت. هم که بفرمایید دفاع کنید آقای مسعود. جدی دارم بهت میگم، جدی ببوس بذار کنار، حیفه. یعنی تو این سطح اصلا نمیدونم تو دو تا مرحله قبل چطوری رد کردی اومدی. یعنی دارم رأی خش میخرم. تو شهروندی که با تیرت یه مافیا زدی، با اون شهروند و من شهروند تو چین 10 بودیم. 10 پا شد گفت 1 2 3، هر 3 تا مافیان از کنار یک شهروند رد شد، از کنار یک مافیا رد شده. 2 تا شهروند کاور کردم، تارگت 4 بوده. اون روزی که 4 میخواسته بره بیرون من گفتم شهروند، اون فرداش گفته اون شهروند تو دیدی شهرونده. شما بدفلی. رأی‌گیری مجدد برای مسعود. مسعود آقای مسعود، کلام آخر. موفق باشید. خسته نباشید آقای مسعود، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. 1% تو 3 نفر بخواد یه شهروند گول بزنه، من تو کتم ندارم، شهروند ببره. مسعود تک رای بالا، تک رای بیرون. تو شهروندی؟ یه لحظه داداش لج نکن، پدر کشتگی که با هم نداریم. حاجی من برایندم کاملا درست بوده، شهروند رو تارگت نمی کردم. یه شماره 8 بود که فقط داشت شهروند میزد. قاعده ذهنی من اینه، وقتی من یه نفر رو با فکت شهروند دارم، یه نفر میاد اونا تارگت کنه مافیامه. 8 و 9 خیلی بد پلیان، واقعا نمیشه. حاجی من تو به دکتر بازی میگم، میگم میدونم تو شهروندی، تو شهروندی، تو 4 نفر میگه نه. کاراگاهی که منفی داره تو 4 نفر رای میده. من واقعا نمیدونم اینا چی بگم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره.
گروه مافیا به جز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابند. کارگاه. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر ما شکست میخوره. کشته شب شماره دو دوستان پشت صحنه تشریف بیارید لطفا. آقایون خسته نباشید. مافیا رئیس مافیا شماره 10 سعید. سلام مجدد خدمتتون. بازی رو دیدین در کنارم دیگه. همین در مورد بازی صحبت کنیم. من خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم. دلیلی برای مافیای شماره 3 وجود نداشت. تنها نکته‌ای که من میخوام بگم که همه بلند میشدن میگفتن بر اساس استدلال بازی شماره 3 مافیاست. یک نفر یک استدلال ولی برای شماره 3 نیبود. هیچکس نمیگفت چرا شماره 3 مافیاست. شماره 3 بلند میشه میگه بابا این مگه شهروند نبوده، اون مگه شهروند. من اینا رو گفتم جفتتون شهروندی، اینو گفتم مافیا. هم میگه نه بر اساس استدلال بازی شما باید بری بیرون. اما استدلال هیچ وقت حتی تا پایان بازی مطرح نشد. این وقتا با منطق یه تصمیم میگیریم اما احساسمون چیز دیگه ای میگه. شاید با کمی صبر شهر میتونست تعادلی بین منطق و احساس پیدا کنه. ارادت.